بخشید این کاغذ چه دارم؟ دارم کسی میگه کاغذ چه دارم؟ این صحبت سلام دارم به شما. من امیر هستم از رادیو پیام کانادا. من هم مثل دوست عزیزمون دیدم آقای پیام نه بذار من همینطور راحت تر صحبت کنم خدمتتون. من هم از راه دور اومدم، خیلی هم علاقه دارم، از توی آی سی سی رو به من خانواده خودم نمیبینم. به نظرم طرح موضوع خیلی زیرکانه است. باید عرض کنم خدمتتون که جمهوری اسلامی استراتژیک عمل میکنه، میدونه داره چی کار میکنه، سرمایه گذاری میکنه، لابیگری میکنه. از اون موقعی که اعلام کردن سپاه رو به سلاح سنگین مسلح کنی تا الانی که میان تردی میذارن، حتی به گوش کردم به این اکتیو لسنینگ، خیلی جالبم بود، خیلی ممنون. برای همین یک دفعه به خودم نگاه کردم که دوستی میاد میگه که باید به آزادی احترام بگذاریم، ولی در این حال وقتی که از اون مرزش، از اون ظرفیتش خارج میشه، راضیه که سکیوریتی بر علیه یکی اعضای خانوادهش خبر بکنه. این دوگانگی برای من بیشتر جنبه یه مقدار با از مدرد جوک به نظر میاد. این نوع برخوردها به نظر من طرح همون لابیگری هاست. جمهوری اسلامی داره تست میکنه این جامعه رو، خیلی راحت بگم خدمتون، میخواه ببینه که تا چه حد میتونه سیاستاشو پیش ببره از طرف هر شکلی که امکان داره. پاکستانی، لبنانی میاره، اگر نشد دوبار بعد دوتا ایرانی هم میذاره تنگش. ماشاءالله آکادمیک هم زیاد داریم. خیلی جالب بود برای من در همین بحث، چون این بحث بحث اخلاقی نیست به نظر من، طرح موضوع هم اشتباه، یعنی طرح موضوع با یک درایت خاصی انتخاب شده که این نوع گفتمان منحرف بشه. اصلا بحث این که بیاییم بگیم که جمهوری اسلامی بده و خوبه به نظر من حل شده. یا شما این بره خطید یا اون بره خطید، یا جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی. الان کسی بخواد بعد از 30 خورده نزدیک 40 سال بیا بگه که جمهوری اسلامی جنایت کرده یا نکرده، به نظر من یا شارلاتان سیاسیه یا تو کوزه بوده تازه من. حالا بس بر سر اینه که ما این لابیگری رو یا به یک جایی پررنگه که عمل میکنه میدونن، یک جایی هم کمرنگه. چرا؟ چون جب سیاسی طوریه که اینا دارن محک میزنن. من اطلاعیه رو خوندم، به نظر من این، من شما رو تازه خدمت میرسم، بحث من فرق نیست، ولی این اون گراملی که توی اون چیز بود، توی اطلاعیه شهروند بود، به نظر من خیلی زیرکانه نوشته شده بود که اعتراض بخش جامعه ایرانی ها در بخش آخرش میاد. یعنی اینکه ما با اصل موضوع میشه کنار اومد. حالا ببینیم با این بخشی که معترضن چیکار میشه کرد. با این بخش معترضن وقتی که جوش میاریم اعضای خانوادمون رو سری سکیوریتی. حالا من تو فکر اینم، اگر سکیوریتی نبود، سپاه پاسداران بود، قطعاً شلاق هم میخورد. من اجازه میخوام که این بخش رو روی مسائل قانونی. خیلی ممنونم. من وقت منو باشون بدید. خیلی ممنون از اینکه وقتی دارید. من وقت منو باشون بدید. هر جا بزرگی که خیلی واقعا درستی زده شما من نیستم. من چیش نداره؟ صحبتی زده بگه؟ من میتوشم کنم. من میتوشم کنم. من میتوشم کنم. اجازه بدید. به نظر من بحث بر سر این، منحرف نکنید بحث و انرژیاتون از دست ندید که نخواهیم محکوم بشیم. یعنی ما داریم، شما در هر کجای دنیا الان اسم فاشیست بیاری، اگر بخوانیمون آرم فاشیست رو بریم، محاکمتون میکنن. جمهوری اسلامی رو با این شرایط رو بردن مطرح کردن جرمه. ببخشید، من معذرت میخوام برای اینکه وقت زیاد هست. خواهش، ببخشید. من هم شما قبول دارم. خانم گیتی که وقت دوم گرفتن که اصلا ما بهشون نمی‌رسیم. اسمتون
اجازه بدید خانم تعریف ببینم. من در... مثلا نفر بعدی میتونه بده. اصلا شما چون درسته این گرمی که دارید میگید بس این رو قبلا اعلام نکردی که نفر بعدی میتونه بده. مثلا چون اعلام نکردی من تشکر میکنم از شما. من فکر میکنم این جلسه یک دستاورد مثبت شما نگاه بکنیم. هیئت مدیره باید به این فکر کنه که از این به بعد باید حواسش باشه زیادم به این نامه ها فیسبوک ها توجه نکنه. یعنی اینا یه چیزهای بسیار حاشیه و در اصل ما رو داره به یه سمتی میبره که ما داره اشتباه خودمون رو باید چیز کنیم. اولا باید هیئت مدیره به این فکر بکنه که وقتی داره بحث از برنامه بزرگداشت خمینی رو میذاره خیلی راحت باید ببینیم که با برنامه بزرگداشت خمینی رو آقای ظفر پرکشی که گذاشته همین امسال هم به عنوان تحلیلگر در ایران میگه با وجود چون آیت الله خامنه ایران هرگز شکست نخواهد خورد. خیلی از همین دوروبریاش هم پاسیویستاش هم این واقعا دربر میبینیم و تو فیسبوک هم مثلا به همه تهمت میزن. فکر کنه باید این فردا نرن این کسانی که دارن فیلم میگیرن یه تیکه های احساسی رو نشون بدن بگن جامعه سیاسی ما یه آدم های هم بیمنته. اتفاقا بعد اون آدم هایی که با احساسشون یعنی دارن با قلبشون حرف میزنن رو فهمید بهش فکر کرد و دید چه زایعی رو من مطمئن بودم و احساس اولیه‌مون بود اون اتاق فکری که داشت توضیح میداد میگفت بیاین همه با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم چی میگن که امروز اینجا نیستن و کارنامه می نویسن باید به این فکر بکنن که این جامعه امروز واقعیت اون جامعهیه که تو ایران داره میگذره یک خاکستریه و امیدوارم دوستان منطقش رو ببینن و زیادم گول این واقعیت چیزای جامعه مدنی و صحبت کردن رو نخورن. امروز تو اون مملکت جوانای ما بیکارن، بخش عمدش هم نمونهش هم میبرن میبینیم زنان ما اونجا بدترین شرایط رو دارن میبینن. دوستان هیئت مدیره باید به خودش انتقاد بکنه که اگه میخواد برنامه‌ای بذاره باید با روح عملیش ببینه. تو تمام نهادهای مدنی این کشور اول کسانی رو میبینن که میان تو سالوناشون برگزاری برنامه‌هاشون خطشون از اونا میگیرن نه از کسانی که تو راه رو بهشون میگن. خیلی وقتی یکی حرف میزنه ما تو همین جمعمون حرف میزنه دنبال این هستیم ببینیم که یکی مخالفمون سرش شروع کنیم داد و بیداد کردن سرش با یه کسی که از همون داره میگه که من تایید نمی کنم دارم میگم اونام حرف بزنن سر اونام داد میزنیم پس فرد به اونام میگیم جاسوسه دیگه کسی که رفته چه من سفارتی رو میگیم جاسوسه همه رو داریم میگیم جاسوسه. همین الان اگه که به جز یه دو سه نفر نبودن این جلسه شده بود همه بیایم با هم دیگه درد دل کنیم بگیم که چقدر سختی گذشته توی این 37 سال. خب اینو که بشینیم تو خونه به هم دیگه دور هم بگیم دیگه چه چیزی داره. برای همین هم هست که هیچ چیزی دیگه نیومده دیگه. اصلا میگم کوچیک‌ترین حرف اصلا کسی لازم نیست بگه که خمینی کار بدی کرده نکرده آدمو شکنجه کرده نکرده که به اون بگیم که اون جاسوسه. به دور خودمون هم داریم همین کارو می‌کنیم دیگه. برای همین اون کسی هم گفت که من آزادی بیان میدم ولی به کسی که خمینی رو طرفداری میکنه نه خیلی خیلی سطح مداراتون پایین تر از اینه که آره کسی بخواد از خمینی طرفداری بکنه و وقت بزنید تو سر میکنه. حمایت از اون بزرگ داشت همه مخالف بودن. ما میخوایم ببینیم حالا اینجا باید
قدمای بعدی بعد از اعتراضات چی باشه؟ ولی متأسفانه کسی به این نمی‌پردازه. مرکز بالا. چم صحبت کردن یه خورده دعوتی که خجالتی هم راست این من متنفر میشم از کسانی همینجا بخوام در لباس دموکراسی خمینی را آیت الله صدا بزنن یا بگن ما نمیدونیم خمینی جنایت کرده یا نکرده. این دیگه خیلی پس میبخشه من نمیتونم یه کلمه میتونم یه خورده چیه مازندرانیه چیه واسه خمینی به کار ببرم یا نبرم ما نمیفهمیم. اما ترجمه میکنه بگید زیاد چی نمیشیم. ما میگم من به شخصه میگم آقا مسئولشم قبول میکنم آقا خانمم گی به قبل خمینی این لوری بود این لوری بود که ببینید با این لوری بود برای کسی که بار اولشون هست آقای شجاع خانم سعیده خانم نسترن خانم آرزو و آقای زیایی هستن. این صحبت رو میکنم و دیگه بحث رو میبندیم و در و بعد وارد بحث رو میگیم و اون بحث هم باز اولویت با کسانی هست که بار اولشون هست که صحبت میکنم. آقا موضوع بحث رو نخواهد بخشیم موضوع بحث عوض میشه دوباره بحث کار میکنه حالا بشینید که چطور که شما آقای شما که صحبت نکرده و اول صحبت رسم من شجاع‌الدین زیاییان هستم و یادمه که در آذر 1357 در ایران در روزنامه این اینترنشنال به زبان انگلیسی البته آمدن آقای خمینی و این راهنمایی چند میلیونی رو به فاشیسم تشبیه کردم. یعنی گفتم این سرم همجور باسر کنم معذاله اون چند میلیون نفر در خیابان‌ها بودن و برای آقای خمینی هورا کشیدن و دست زدن و خواستارش شدن و مرگ بر شاه گفتن و از جمهوری اسلامی آزادی و استقلال خواستن. من نخواستم. همه ملت ایران 99% از ملت ایران در اون موقع در اون رفراندوم رو درست و غلط به جمهوری اسلامی رأی دادن. همه شریک در این مصیبت هستن که به بابا شده تمام اونایی که رأی دادن از میان 20 نفر دوستان و پیشان من 19 نفرشون مخالف شاه بودن و برای خمینی در واقع دست دادن و دکتر اومدهشون شدن با اینکه هیچ کدومشون از دوستان من اسلامی نبودن. امروز هم اون زمانم شاه رو همین بخشی از همین بی بی سی و رسانه‌های دیگر رسانه‌های غربی دیگر گفتن که شاه جنایتکار است و در زندان‌های شاه جنایت می‌شود و این تبلیغات هم شد و تا اندازه باعث سقوط شاه و آقای خمینی بود. من نمی‌خوام که دوباره هم چیزی تکرار بشه. تو دو چیز میخوام بگم. یکی که اول تشکر کنم از هیئت مدیره این ICC جدید که این دیالوگ این گفت و شنود رو شروع کردم. این شجاعت میخواد که ازش صحبت بشه. کسی 5 دقیقه شد من میده؟ خوب شروع کردی ولی آخرش خراب بود. ولی به افتخارش من نتیجه رو که از این جلسه گرفتم و به قول آقا در حقوق بحثی هم هست مفهوم مخالف من از اون طریقه دارم میام جلو و اینی که به اینجا رسیدم که اگر که این همین جلسه همین سازمانی که الان کنگره ایرانیان میخواست این جلسه تشکیل بده
یه مش آدمایی بودن که از زور فشار دولت اسلامی با زحمت خودشون رسونده بودن به اینجا. یه همچین جلسه تشکیل میشد، هیچ کسی نبود مخالفت بکنه که آی اینطور آی اونطور آی اونطور، و هیچ بحثی برای این رفراندومی که الان میکنی که کی مخالفه کی مخالفه وجود نداشت. الانی که این بحث پیش اومده، منی که برای اولین بار اومدم اینجا متوجه میشم که یه خورده موضع شما بر من تغییر کرد. یعنی اگر مخالف بودین، چرا طرفداران مخالفین شما به شما نامه می نوشتن یا از شما می خواستن که جواب اینا رو چی بدیم؟ چنان راحت می تونستین بگین این موضوع بحث ما نیست، ما با شما مخالفین، بریم فکرتون جای دیگه باید، ما نمی تونیم نظری به شما بگیم. می تونستین اینو بگیم. و اینه که نگفتین، این موضوع اینجا یه خود بر من مشکور شد، همچون که یکی از آقایون هم متوجه شد. از اون طرف میگین که ما وظیفه ای نداریم. پس وظیفه این کنگره چیه؟ من این وظیفه شما را خواستم بدونم که اگه بعد از این واقعا مراجعه خواستم بکنم ببینم تا کجا حرف بشه. منظور من اینه که وقتی این جمعیت رو تشکیل میدین، به قول آخونده ذکر مصیبت فایده نداره، باید دنبال راه علاج رفت. شما الان مشکل اصلیتون دولت کاناداست. ما اومدیم از اون فشار نجات پیدا بکنیم، به اینا پناهنده شدیم یا پذیرفتنمون که اومدیم اینجا، حالا دوباره همون بلایی رو که جمهوری اسلامی سر ما آورد دو مرتبه داره سر ما میاد. اینو به کجا ببریم؟ من این مسئله رو زمانی که داشتیم چیز حقوق شریعه اینجا رو داشتیم میگذروندیم، اونجا من گفتم اگه قرار بود شوهر من منو بکشه به خاطر عملم، چرا بیام اینجا بکشه؟ خب همونجا میکشه. کانادا چرا خودشو در حد جمهوری اسلامی داره تغییر میده؟ قوانین باید ثابت بمونه. منی که اینجا هستم طبق قوانین اینجا زندگی بکنم. این اعتراض رو به دولت کانادا بکنین و ازشون بخواین که اجازه این تسهیلات رو برای این آخونده و آخوندزاده هایی که میان اینجا بردارن. بیان رو در مقابل موضوع مطرح میکنیم که هم موافق و هم مخالف میتونه نظرش رو بگه، قبل از اون ما باید اون موضوع رو تعریف کنیم. من سوالم از شما اینه که آیا طبق قوانین کانادا راجع به هولوکاستی که انجام شده، آیا مردم میتونن بیان تبلیغ کنن؟ و یا سریال کیلری که سالها انسان‌ها رو کشته و بالاخره دستگیرش میکنه، آیا قانون اجازه میده که بیان و بر اون آقای که یا کسانی که اون آقای سریال کیلر رو تبلیغ میکنه رو بیان و اجازه بدن که اون صحبتاشو بکنه و تشویق بکنه؟ بر هیچ کس پوشیده نیست که این حکومت اسلامی چه به سر ما و چه به سر دنیا آورده. یعنی اگه کسی نمیدونه یا خودشو به خواب زده یا اینکه واقعا باید بالساله. ولی موضوع اینجاست که من نمیگم اصلاح طلب، نمیگم طرفداران حکومت اسلامی، به روشنی میگم مصلحت طلبان، کسانی که از میانبر میخوان جیبشون رو پر کنن یا بیزنسشون رو پر کنن یا مدرکاشون رو بگیرن. از دست این مصلحت طلبان 70 میلیون تو بنده و اینجا میخوان اونو به اینجا انتقال بدن. و حالا مسئله اینجاست، الان موضوعی که اینجا مطرح شده موضوع اینجاست. آره اونا رفتن جامعه مردم ما مسلمان هم ایس اوکی، مسلمان اعتقاد داره، کسی که مسلمانه کسی که کاری نداره. ولی موضوع اینجاست که آقای اینجا رو شما چرا مطرح نمی کنید؟ چرا توهین هایی که با آقای سلمان شد کسی راجع به اون حرف نمی زنه؟ موضوع اینجاست که کنگره باید بگه نقشش چیه. موضوع اصلی اینجاست که وقتی آقای سلمان میاد و این ویدیوی عاشورا رو میذاره، آقای سلمان اینجا حضور نداره، مورد چیز قرار میگه، تحقیق قرار میگیره. اینجا کنگره ایرانی به عنوان نماد من مخالف ها چجوری میتونه و اون موافقه میخوام که اینا بر علیه اون موضع بگیره. فکر کنه تا اینجا کار رو دراز میکنه. آرزو ببخشید،
ببخشید من یک دقیقه صحبت کنم، من که یه دقیقه براتون میخوام بدم به همسرم که دفاع از خودش بکنه. ببین مسئله اینجاست که برای همه ماها که اینجا هستیم روشنه به چه دلیل اینجا هستیم. ماهایی که اینجا هستیم برای جنگ نیومدیم، ما هممون بچه داریم. من به بچه‌ام نمیخوام یاد بدم که با جنگ، ببخشید لطفا نه عرض نکنید، با جنگ دنیا رو میشه ساخت. من به بچه‌ام باید یاد بدم با دانش، با نالج، با آگاهی برو جلو و دشمن خودتو بکن. هیچ کدوم ماها به هیچ جایی نمیرسیم وقتی اینجوری با هم برخورد. پس بنابراین رو بدیم اسلام، زرتشتی، مسیحی، بودایی، بهایی، دین، کمونیست، همه ماها رو یک خدا آفرده، یک خدا آفرده. بنابراین ببینید هممون به یک زن، بنابراین با احترام به ایده یک دیگه حرفمون بزن جلو، دفاع از همدیگه بکنیم، دفاع از موقعیت های همدیگه بکنیم، ولی همدیگه رو نکنیم. این اون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد و اینکه ماها همدیگه رو نکنیم. ببخشید من خواستم برای یک نکته بگم که من حدود 15 سال که با خانواده‌ام توی کانادا زندگی می‌کنم و خب خیلی مسئولیت‌های اجرایی داشتم، تو خیلی از میتینگ‌ها بودم. اگر گفتم اونجا که سکیوریتی بند بیاد، این یه رسمی هست که شما در هر میتینگ رسمی که شرکت می‌کنی اگر نظم اخلال در اون میتینگ به وجود بیاد، میگن که سکیوریتی بیاد اون فرد رو از اون جلسه ببره بیرون. هر اون شخص هر ایده‌ای میخواد داشته باشه. من نگفتم شما الحمدلله اینجا الان اکثریت کسایی که اینجا هستن خب یه ایده مشخصی دارن. من نمیگم که الان اون ایده بده، اصلا راجعه اون نیست، ولی برای من خیلی مهمه که کنگره یه پلتفرمی باشه برای اینکه ماها رو به هم گوش بده، ماها رو به هم پیوند بده. هر کسی میخواد نظر مخالف داشته باشه با هم صحبت بکنه، با احترام با هم صحبت بکنه. کسی رو نمیکوبه که بگه تو نمیدونم، نه هر کسی. و این کاناداست، ما تو کانادا داریم زندگی میکنیم. اگه مسائل داخل ایران رو میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، یه محیطی براش فراهم بکنیم تو این کنگرمون، تو اونجا صحبت بکنیم، ولی ما داریم اینجا زندگی میکنیم. اینقدر مسائل روزمره تو کانادا نمیدونیم بعد راجع به اونها صحبت بکنیم، نه فقط داخل ایران. مرسی. آیا عکس افرادی که از دیوایس های شخصی خودشون استفاده میکنن برای فیلم گرفتن و عکس گرفتن اجازه میگیرن از افراد؟ نه. این به نظر من کاملا به نظر من شما نمیتونید من شما کنم کسایی که عکس و فیلم گرفتن از کسایی که اون بر هست حقشون هست نمیذارم. نه من به نظر من این اشتباه میذارم. چند نفر میدونستن که جعفر بیکیش به سر بازمونده خانم بیکیش هم تو جلسه هست؟ چند نفر ازش بریویی کردن؟ چند نفر ازش جعفر بیکیش کردن؟ جعفر بیکیش کسیه که خواهر برادرش رو از دست داده، مادرش هم از دست داده. خود جعفر صدم دیده‌ترین آدم جمهوری اسلامی میتونه یکی از اونا باشه. چرا از اون نظرش نمیپرسیم که باید با این مسئله الان ما چطور باید در این صورت که رفتیم توش بیان بیرون؟ این مسئله است. و من عضو ICC نیستم، با خودم شرطم این بود، به بچه هاشم گفتم تا 5000 تا نشین من عضو نمیشم. حالا که توی جلسه دیدم که دامینیشن با یه عده خاصی هست، تا 10000 تا نشن اصلا ICC چند نفر پزشک، چند نفر معلم، چند نفر حسابدار، چند نفر داروساز، چند نفر در مجلس اینجا پرکتیس میکنن، عضو شما هستن. مرسی.
من قبل از اینکه جلسه ادامه بدیم، آقای دکتر مریدی اینجا هستن. ایشون اگر خاطرتون باشه وقتی که اطلاعی و انجمن پاکستانی ها که وقتی اومد بیرون، ایشون این اکسیون رو پیشنهاد کردن که برگزار میشه، خودشون هم که حضور دارن. قبل از اینکه ایشون، من خواهشون کنم یک نظرش راجع به اون روز صحبت کنن و چی شد به این جلسه، یه صحبت کوتاه برای ما بکنن. قبل از اینکه من از شما اجازه میخوام، آقای برنایی از ما خواستن یک دقیقه صحبت کنن، این حقی که ایشون صاحب برای این نهاد مثل شما زحمت کشیدن، از اونجایی که نماینده ما هم بودن در کنگره و رئیس کنگره، خواهش کنم یک دقیقه صحبت کنن. بعد آقای مریدی اون روز صحبت کنن. آقای مریدی اگه بله، با آقا یه رو به پنج، الان بحث می‌کنیم. خیلی ممنونم از گروت برمت و من حقیقتش تصمیم به صحبت نداشته، ولی هم فرمودی چرکه چرکه نگه ارز میتونم همیشه گوش میدادم و خیلی رزت بردم از صحبت های به دوستان اینجا مطرح کردم و واقعا این گونه مجامع خیلی مفید و مؤثر است که ما این گونه بتونیم دور هم جمع بشیم و بحث و گفتگوی به قول کانادایی civilized discussion با همدیگه داشته باشه و از این طریق است که ما میتونیم در آینده وطن عزیز اونجا بتونیم مؤثر باشیم. در مورد دو تا مورد اینجا مطرح هست، یکیش بزرگاش و خمینیه که وقتی خبرش رسید و آگهی در روزنامه ها خوشبختانه دوستان چاپ کردن و جمعیت زیادی اومدن، حدود شاید 1000 نفر در اون هوای خیلی سرد در اونجا جمع شدن. سوال خیلی ساده است، سوال در واقع خیلی مشخصه و اون اینه که آیا در کشور کانادا که دموکراسی و آزادی هست، آیا ما آزاد هستیم از آدمایی مثل هیتلر، میلوسوویچ، چه میدونم از این فولکورت، یه همچه آدمایی ما آزاد هستیم که تجلیل بکنیم به عنوان کانادایی؟ سوال خیلی بحثه. البته من این از یکی از دوستان حقوقدانم پرسیدم، گفتن ظاهرا قانون این نیست که من کنه شما رو، که حتی از هیتلر رو نمیدونم فولکورت اینا، البته اطلاعات قانونی من زیاد ندارم، حقوقدان نیستم، میدونم ممکنه یه همچه قانونی وجود نداشته باشه، بنابراین از نظر قانونی شاید کسی بتونه بیاد به اصطلاح تجویز بکنه از هیتلر یا از خمینی یا از پورپور یا افرادی نزدیک، ولی آیا از نظر اخلاقی برای یک کانادایی، حالا اون کانادایی اصلیتش از هر کجا که هست، از نظر اخلاقی آیا ما میتونیم به خودمون اخلاقی جرأت بدیم چند نفر جمع بشیم از پورپور و نمیدونم هیتلر و میلوسوویچ و اینا و خمینی تجویز بکنیم؟ طبیعتاً نه، طبیعتاً نه. وقتی خب این خبر مطرح شد که یه عده‌ای از مسلمان‌ها، عده‌ای از پاکستانی، حالا ما بگیم پاکستانی، حالا بعضی هاشون از پاکستانی هستن، مسلمان‌های هندی و آفریقایی اینا هستن، ساوت ایشیا، آفریقای جنوبی، ساوت ایشیا، مال به اصطلاح آسیای جنوبی جمع شدن تو مسجد استوفیل و این حرکت اونجا داره انجام میدن، خب طبیعتاً حق ما هم بود که بریم اونجا اعتراض بکنیم، که رفتیم این اعتراض رو کردیم و دوستان زیادی اومدن، غیر از ما یکی دو نفر از ملیت‌های دیگه هم اونجا بودن و اشخاصی هم که اونجا بودن همه بودن. ما اونجا بیزنسمن داشتیم، کسایی بودن که از عقاید و افکار سیاسی متعددی بودن، دوستان مثل چپمون در یه گوشه بودن، مجاهدین در یه گوشه بودن، بقیه هم که متعلق به این گروه های خاص سیاسی نبودن، اینا در یه جای دیگه بودن که تو اونام همه گونه از مثل حرفه ها و از همه گونه افکار و عقاید و اینا همه بودن، در یک چیز همه شریک بودن و اون این بود که ما ایرونی ها اینجا نباید اجازه بدیم که از خمینی تشریف بشه. اونا شاید حقشون بود در محل خودشون، در خونه خودشون، مسجدی که متعلق خودشون بود به اصطلاح این حرکت رو انجام بدن، ما هم مجاز بودیم اونجا اعتراض بکنیم، اعتراض کنیم. این فکر نمی‌کنم بحث دیگری برای این باشه. البته خب بعضی ها ممکن بود این رو چسبوندن به این کشور به اون کشور، تو فیسبوک ها و این مرون وقت خب حرفای زده شد و نوشتن و به یکی بعد گفتن این ویدیو ها خوشتن، خب آزادی هست دیگه، هر کسی میتونه ظاهرن هدف رو بزنه نمیده. در مورد دوم مسئله، حالا من چون باید برم با اجازهتون در مورد موضوع دوم هم ببخشید، شما وقت ویژه میدونید شما بیدی هستی به همه ما دقیقا همین دوست خانم رازیانی با اون سن شما ما دیده بیشون کرده ندارد اگه وقت تمام شده بفرمید به شما تفرمی کرده جالبی همی چی خانم پای شما میشتن هر به هفته میدونید در این مورد من نظر من عرض کردم و فکر میکنم اگر همچین موردی پیش میاد
همه ما ایرونی ها از هر عقیده سیاسی و مذهبی و غیر مذهبی و غیر دینی و از هر فکر و سلیقه همه ما باید انعکاسشو بگیم. ما نمیتونیم اینجا بشینیم ساکت باشیم مگر ملیت‌های دیگه ساکت هستن. ما میبینیم که الان ملیت‌های دیگه که در اینجا هستن از نظر آزادی‌هاشون از نظر حقوقشون همه با هم جمع میشن اونجا که منافع همه ما ایرانی‌ها ایجاب میکنه همه ما با دور هم جمع میشیم نه همدیگر بکنیم. اینجا جای بحث سیاسی نیست که مثلا چپ را درسته راست درسته این درسته یا اون یکی مسلمان درسته اون. من بارها گفتم مردم ایران 1400 سال بود مسلمان بودن، اینا با خمینی مسلمان نشدن، با رفتن خمینی هم دیده نخواهند شد. خب این واقعیته. بنابراین بحث ما دین و خمینی و مذهب اسلام و دین اینها نیست. بحث ما اینه که ما که از اون مملکت رانده شدیم اومدیم توی این مملکت، نمیخوام توی این مملکت دیگه دوباره از همون کارهایی که اونجا با ما کردن اونجا هم همون کارا رو با ما بکنن. بنابراین باید حقوقمون رو دفاع بکنیم. اونهایی که دارن این نوع حرکات رو پروموت میکنن در اینجا با جلوشون وایستیم. اون افرادی که برای خمینی رو بزرگداشت گرفتن، آقای کوهستانی یه چیزی خوندن دیگه، این خودش واضحه بالاخره سر نخا به کجا وصل میشه. بنابراین ما هم باید حرکتی انجام بدیم. بس هر دسته و گروهی که هستیم هدف یکیه. این هدف همه ماها یکی است. هر کسی از یه راهی فکر میکنه که اون راه به هایی سیه خب ما به اون هدف بهتر میرسونه و همه راه هم خوبه، ما نمیگیم بعد اون خوبه، ولی وقتی که منافع مشترک پیش میاد همه باید با هم جمع بشیم، همه باید عکس العمل نشون بدیم و این کارم خب اونجا انجام شد. برنامه های دیگه هم اینا تدارک میدن. هر سال برای روز قدس در محل پارلمان اونتاریو با تظاهرات این انجام حالا مملکت میگیم دموکراسی است، آزادی است، هر کسی میتونه آزادی بیان داشته باشه، ولی در مقابل اون هم دیگران هم حق دارن که بتونن اعتراض بکنن و نهایتا جامعه در کل نتیجه گیری میکنه که اینا راست میگن یا اونا راست میگن. بنابراین ما باید از حقمون استفاده کنیم. ما نمیخوایم آزادی دیگران رو از دستشون بگیریم. ما نمیخوایم بریم اونا بگیم که آقا شما حق ندارید تو مسجدشون از خمینی تجلیل بکنید. میتونن، قانون هم منعشون نمیکنه، ولی ما حق داریم که اعتراض بکنیم و این رو نهایتاً کل جامعه کانادا آخر سر می‌فهمه که ما راست می‌گیم. خیلی ممنون. ببخشید. ICC باید منعکس کننده منافع ایرانیان مقیم کانادا باید منافع ما ایجاد میکنه. ICC سخنگوی همه ما باید باشه. ICC تکلیفش این نیست، وظیفه‌اش این نیست که بره رژیم جمهوری اسلامی رو چه بدن ثابت بکنه یا جمهوری اسلامی رو تایید بکنه. ICC کارشون نیست. ICC که از حق من و شما اینجا دفاع بکنه، یکی از حق حقوق من و شما در اینجا نیست که بتونیم از شهر جمهوری اسلامی راحت باشیم، راحت زندگی آقای موردی یک کاری بکنیم قانونن اونجا رو ببندیم. آقای موردی قانونن اونجا رو میشه بس، برای اینکه سه ساله ما هر سه سال بودیم، سه ساله اونا بزرگداشت و خمینی رو دارن برگزار میکنن و مسئله آزادی بیان نیست، مسئله یه جرم جناییه و این ثابت شده که رژیم جمهوری اسلامی سازمانده اقدامات تروریستی تو دنیا است. خمینی حکم کشتن سلمان رشدی رو صادر کرده و از نظر اینا جرم جناییه. شما مثلا نمیتونین یه قاتل تو خیابون راه بره و بعد آدم بگن بس، مسئله آزادی بیان نیست. به این اعتبار من تو همون تظاهراتم گفتم دولت فدرال اونتاریو اگه میخواد مبارزه بکنه با تروریست چرا در این مرکز رو نمیبنده؟ آقای به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته. این یه حرکت خیلی خیلی مثبتی.
من انتظار دارم که دوستانی که الان در پارلمان هستن در همون روز چهار چندم جون بود؟ پنج جون بود. پنج جون بلنشن ممبر استیتمنت بکنن. بنابراین اون کارا میشه کرد. از نظر قانونی هم شما میتونید. پس ما میتونیم به کمک شما حساب کنیم. شما به نمایندگان فدرال، چون پارلمان فدرال از طریق این پارلمان فدرال نماینده هر محلی که شما زندگی میکنید ببینید نماینده فدرالتون کی هست. در اومد مراجعه بکنید، یه پتیشن جمع بشه، نامه نوشته بشه، بریم به اون بدین که اون ببره در پارلمان بحث کنه. میگه ما میخوایم این کار غیر قانونی ادامه بشه. اگر خب پارلمان تصدیق کرد میشه غیر قانونی. بعد نکته دوم، تظاهرات عاشورا خشونت مسئله مذهب نیست. برن هر جا بخوان نماز بخونن، هر کاری میخوان، برای کسی که رمه میزنه، کسی که خشونت میکنه، این تو هر جامعه مدنی ممنوعه. چرا دولت کانادا تظاهرات عاشورا رو نه به عنوان من شما برای صحبت کنید. آقا بچه‌ها در حضور بفهمم به وقت دوم برسید. ببینید